بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رئیس جمهور و بینندگان محترم آقای رئیس جمهور ما در سال 99 به جناب و ملت ایران قول دادیم که 17 طرح پتروشیمی افتتاح بشه امروز با افتتاح این ستر این 17 تر به اتمام میرسه و به قولی که دادیم عمل میشه کلا در دولت های 11 و دوازدهم من چند تا شاخص رو عرض بکنم تا الان سی و دو طرح پتروشیمی با این طرحی که افتتام میشه با ظرفیت سی و چهار میلیون تن به بهره برداری میرسه تا امروز ظرفیت پتروشیمی ما از پنجا و پنج میلیون تن به 90 میلیون تن بالغ شده در طول یک سال اخیر سی و هشت درصد ما رشد ظرفیت تولید داشتیم که بی سابقه ترین رشد در تاریخ صنعت پتروشیمی در طول یک سال بوده 17 میلیارد دلار ارزش این طرحهای سرمایه گذاری این طرحهایی که تا امروز افتتاح شده و مجموع سرمایه گذاری که کلا در صنعت پتروشیمی در این 8 سال شده بالغ بر 25 میلیارد دلار بوده که بخشیش که ارز کردم افتتاح شده بخشیش بقیه طرحهای جهش دوم هست که امسال و اوایل سال آینده افتتاح میشه به ترهای جهش سوم اینطور که ملاحظه فرمایید ما سالی نزدیک بیش از سه میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی توسط بخش غیر دولتی سرمایه گذاری شده که تقریبا در مواردی بیش از کل بودجه عمرانی کشور و این در شرایطی است که ما تحریم داشتیم من چیزی که باید اینجا عرض بکنم خدمت استانی و ملت ایران این است که اگر ما تحریما رو نداشتیم یعنی میتونستیم از فاینانس و منابع مالی خارجی استفاده کنیم و از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم قطعا این مقدار سرمایه گذاری بیش از دو برابر میشد یعنی نه اینکه وقتی که ما میگیم اینکه از اعتبارات خارجی و تعامل بین المللی برای توسعه استفاده کنیم نه اینکه مسائل داخلی توجه نمی کنیم بلکه اضافه بر اون ظرفیت های داخلی که داریم و من باز اضافه بکنم در صنعت نب یک حرکتی که شروع شده و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد این است که عمده این سرمایه گذاری هایی که میشه متکی بر استفاده از ظرفیت های داخلی است یعنی یک زنجیری از اشتغال در صنایع ساخت تجهیزات و در اون ظرفیت های خدمات نصب و راه اندازی هم در کشور به وجود آمده که اینها برای اونها تقاضا برای کار ایجاد میکنه کارخانه های ما فعال میشن صدها کارخانه فعال میشن و ده ها هزار کار کرد امروز ستری که افتتاح میشه البته دوستان خودشون تک تک در محل ترها خدمتون توضیح میدن آقای شریعت مداری عذرخواهی کردن وزیر رفاه که در طرح مسجد سلیمان صندوق بازنشستگی کشوری یک سرمایه اصلی است این طرح در مسجد سلیمان احتاس میشه من خیلی خوشحالم از این بابت که در مسجد سلیمان یک طرحی با ظرفیت یک میلیون و هفتصد و شست هزار تن اورا آمونیاک با سرمایه گذاری و پنجاه میلیون دلار افتتاح میشه و این میتواند صنایع پایین دستی هم داشته باشه ارزش محصولاتش سالانه 290 میلیون دلاره ما اجازه و موافقت برای ایجاد یک پتروپالایش رو هم در مسجد سلیمان دادیم متکی بر گازهای همراه نفت که امیدواریم اون هم اجرا بشه که این منطقه‌ای که در واقع مهد تولد یا محل تولد صنعت نفت ایران است و مردمش نیاز دارن به سرمایه گذاری در اینجا سرمایه گذاری بیشتری بشه طرح دوم طرح متانول پتروشیمی سبلانه که سرمایه گذاریش گروه انرژی سپر شده و پتروفرهنگ که آقای میزایی هم توضیح خواهند داد ظرفیت این تره یک و میلیون تون متانول در سال سرمایه گذاری چار میلیون دلار در منطقه اصلویه محصولاتش کلا صادراتیه سال چار میلیون دلار با بربرداری از این طرح آقای جمهور ظرفیت تولید متانول کشور به 14 میلیون تن در سال میرسه که ما با طراحی کردیم با توجه به متانولی که داریم که این است که 5 میلیون تن از این متانول وارد زنجیره تولید پروپیلن بشه و طرحهای پایین دستیش بشه و هم برای داخل تولید اضافه بشه که ما به پروپیلن خیلی نیاز داریم خط پروپیلن که تصیب شد در دولت که از اصلویه به شمال شیراز کشیده بشه بر همین اساس هست و همین که بازار متانول رو متعادل بکنه بازار خارجی شد تر سوم طرح پنتان و هگزان اکسیر حلال از سرمایه‌گذاری این 48 میلیون دلاره ظرفیت 50 هزار تن در سال و در واقع با افتتاح این ها ما بسته های جهش دوممون 10 طرحش میمونه که تا پایان 1400 و بقیه‌اش در اوایل 1401 به نتیجه میرسه و تولید پتروشیمی به 100 میلیون تن که هدف برنامه هست خواهد رسید از طرفی لازم اضافه کنم چهل طرح جهش سوم فعال هستند که اینها تولید ایران رو در ظرف چهار سال به 133 میلیون تن با ارزش 37 میلیارد دلار با پایه قیمت های سال 95 میرسه و بعضی از این طرح هم که عرض کردم تا 60 درصد پیشرفت دارن متوسط دور بر درصد پیشرفتشون هست علاوه بر اینها ما در هفته های آینده با اجازه جناب سه مگا پروژه خوراک ترکیبی رو هم عملیاتش رو شروع میکنیم اینها ارزش سرمایه گذاریهاشون، هاشون ارز کنم حضور شما پنج و ح... یکی مگا پروژه هرمز هست خلیج فارس با ظرفیت 58 میلیون تن یکی ارز کنم نفت و گاز آریا هست با ظرفیت 4 و 8 میلیون تن که اینا محصولات جدید میدن و بسیار چیزای بزرگی هستن اینا 1406 قرار است به بحر برداری برسن و ما اضافه کردیم اینها رو به جایش سفر همینطور در همین خورداد ما قرار در غرب کشور یک مجموعی از ترها که ما مجموعی از طرحهای جمعآوری گازهای همراه نفت توسعه میدانهای گازی پالایشگاه گاز پتروشیمی و پایین دستی در غرب کشور آغاز میشه جمعا سرمایه گذاری حدود دو و نیم میلیارد دلاره که به طور کلی به نظر من یک تحولی در غرب کشور ایجاد خواهد کرد ما با ریل برای ریلگذاری مناسبم در توسعه صنعت پتروشیمی چارچوب کلی طرحهای برنامه هفتم توسعه رو ما تدوین کردیم بر راهبرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشی به سبد محصولات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در چهار زنجیره پیشران رو تعریف کردیم در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن و با بربردیر از ترها 20 محصول جدیدم به محصولات صنعت پتروشیمی اضافه میشه من خیلی خوشحالم که در واقع به اون تعهدی که داشتیم به مردم و به حضرت عالی عمل شد توسط همکاران ما در مجموعی صنعت پتروشیمی که در واقع دیگه دولت در اینجا نقش خیلی فقط تخصیص خوراک داره و حمایت از شرکت ها وگرنه سرمایه گذاری های خودشون هست من از همه همکارانی که زحمت کشیدن پیمانکاران، مدیران، سرمایه گذاران تشکر می کنم صندوق های بازنشستگی که امروز ملاحظه خواهید فرمود نقش مهم میدارن در توسعه صنعت پتروشیمی و همینطور اینها اکثرشون هم در بورس هستن و در تامین ارز کشور هم نقش تعیین کننده ای رو در این سالهای تحریم داشتن ولی همونطور که عرض کردم اگر ما بتوانیم اون جوری که واقعا حق مردم و حق صنعت پتروشیمی عمل بکنیم خیلی سریعتر از این هم می توانیم رشد بکنیم اشتغال ایجاد کنیم توسعه ایجاد بکنیم و توانمندی برای کشور خیلی متشکرم بسیار متشکرم آقای مهندس زنگنه از کار بسیار عظیم و بزرگی که توسط وزارت نفت شرکت های خصوصی در کنار هم انجام گرفته یکی از مسائل بسیار مهم یک تحرک بسیار عظیم و بزرگ در صنعت پتروشیمی است که برای کشور ما بسیار مهمه اینکه صنعت پتروشیمی ما در این هشت سال تقریبا به دو برابر میرسه از پنجا و شیش میلیون تن ما تا پایان امسال میرسیم به صد میلیون تن و این یک افتخار بسیار بزرگ برای کشور هست و برای دولت یازدهم و دوازدهم و برای همه عزیزان و شرکت هایی که در این زمینه تلاش کردند و فعالیت کردند یه نکته مهمی آقای مهندس سنگنه اشاره کردن با اون اینکه اگر ترامپ نبود اگر تحریم نبود اگر جنایت علیه ملت ایران نبود اگر گذاشته بودن دولت دوازدهم در ادامه مسیر سالهای پایانی دولت یازدهم ادامه بده اونچه مردم ما شاهدن دو برابر اون رو شاهد بودن این یک مسئله بسیار مهمی هست اما در این حال مهمه که ما از پا نیفتادیم روحیمون از دست ندادیم با قدرت در جنگ اقتصادی طرحهامون رو ادامه دادیم و امروز پیروزی ها و موفقیت های بسیار بزرگ از این قولی که آغاز سال 99 به مردم دادیم و وزارت نفت اعلام کرد که ما 17 طرح پتروشیمی رو به افتتاح می‌رسونیم. و امروز میرسیم به 17 طرح از اول سال 99 تا امروز 17 طرح پتروشیمی رو افتتاح کردیم که این در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور بی نذیره. که در یک سال این همه طرح و پروژه در صنعت پتروشیمی افتتاح شده باشه من تشکر و سپاسگزاری میکنم